بچه‌هاشون، زناشون، شوهراشون، کس و کارشون، اصلا یه چیزیش مثل عید میمونه. نه، اصلا خود عیده. بچه‌ها امروز آزاد میشن. برادر، دخترم نیلوفر آزاد شد. مادر بیا اینم وسایلش. ولی قرار بود امروز آزاد بشه. ما اینجا با کسی قرار مدار نداریم، همه‌شون این هفته آزاد شدن. لباس‌هایش را بر آستان در خانه‌ام می‌آویزم تا یادمان نرود که شما با ما چه کردید. زهره تر، عشرت تر، عثمان تر، مهدی پر، علی پر، احمد پر، شهین و بیتا و عزت پر، آرش پر، کمانگر پر، پر 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 پر. به همین سادگی گلهای یاس مردم پر پر می شوند. گروه گروه می کشند، به دار می آویزند، به درک بار می بندند. خاوران، اجسام کشته شدگان، گورهای دست جمعی بینشان، مادر بیژن چکمه پسرشو که از خاک بیرون بونده میخواد توی گور کنه که مبادا پای پسرش سرما بخوره. مثل بیتا، بیتای 13 ساله. مادر نزار منو ببرن. به مثل برادر اون بچه دهنش از بیه شیر میده. به مثل بارون گریه های مردم. به مثل بهایی دفع شهر، پاک کردن زمین از کفار. به مثل بیزه اسلام در دستمال ابریشمین نویسندگان و هنرمندان نام نویس. به مثل به من چه؟ مثل به تو چه؟ الف لام میم، الف لام میم، الف لام په؟ په مثل پروین؟ نه، پاهای بریده پروین. نه، مثل پویا به سر پروین که به غیر از سلول زندان هیچ کجا رو نمیشناسه. که مثل تیر، تیربار، توهین، ترار. ته مثل تباب، ته مثل تو که از وحشت می لرزی، ته مثل ترسی که تو رو فلج کرده. الف لام میم،
الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، سین. سین مثل سعید، سر به ایستاده، سعید سلطانپور. سین مثل سنگسار، سنگسار کسانی که جرم عشق در خاک خون درگیرند. سین مثل سانسور، نه سعیدی سیرجانی. سین مثل سگ، سگ زرد برادر شغال. شین مثل شباهنگام، شباهنگام مادران تلف گم کرده، شباهنگام مادران در به در، شباهنگام مادران چشم. چه مثل چشمان گشاد از وحشت زهرا به هنگام سنگسار. ره مثل رحمان رحیم، مثل روشن فکر. زه مثل زرشت. الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم. خه مثل خیانت، ادامه خیانت، تفاهم خیانت، پذیرش خیانت. خه مثل خمینی، خامنه ای، خاتمی، موسوی، کروی. فرقی نمی کنه، به هر اسمی که می خواهید از اونها نام ببرید. الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. در روشنایی باران در افتاد پار، در روزهای آخر اسفند، در نیمروز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خار در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند، جوی هزار. میگم آقا کشتن، میگم دیالوگ انتقادی، میگم هنوزم دارن میکشن. دیالوگ جانم، دیالوگ انتقادی. میگم مردم تجاوز کردند و میکنن، همه آزادی های فردی اجتماعی اونها رو زیر پا گذاشتن، همه حقوق انسانی رو لگدمال کردن. مسالمت آمیز جانم، مسالمت آمیز، دیالوگ انتقادی. آخه من با گرگ چه گفتگویی دارم؟ با کسانی که جوانان مملکتم رو کشتن، زنان باردار رو تکه پاره میکنن و حمام خون راه میاندازن، با کسانی که نویسندگان و اون مملکت رو میدوزن و جنازه هاشون در خیابان ها و بیابون ها رها میکنن چه گفتگویی دارم؟ من با این قدار بندان دهان بند فرهنگ ستیز آزادی کش که نگذاشتن یک قطره آب خوش از جلوی مردمان پایین برود هیچ گفتگویی ندارم. نمیشم، ساده لوحم، خامم، نادانم، اگرچه به نام دموکراسی و آزادی گوشه ای دست پا بسته بنشینم تا این گرگ ها بیاین منو بدرن. من از شنیدن نام اینها یاد خونه های ویران، باغ های ویران، جان های ویران میفتم. من همه چی سیاه و مرگبار است. من از دیدن تصاویر اینها در روزنامه ها هم به لرزه می افتم. من چگونه با اینها هم کنان بشم؟ من چگونه به نام دموکراسی و آزادی با اینها هم کنان بشم؟ با کسانی که دستشان به خون هزاران هزار جوان سیاسی، غیر سیاسی و عقیدتی آلوده است، به کشورم رو هزار سال به عقب بردن. دموکرات های امروز
بازجویان زندانهای دیروز ما و شما بودن، گنجی ها و سروش ها و کلیبر ها و سازگار ها و موسوی ها و ها و ها و ها. آنها میخواهند از شانهای من و تو تبعیدی پل عبور بسازند، از شانهای من و تو که از جور و ستم این جانیان به این سر دنیا پناهنده شدیم. وقت میخواهید من پناهنده به خاطر آزادی و دموکراسی با اینا هم کلام بشنم و از مبلغین جنبش جهل و جنایتشان استقبال کنم و در مقابل اونها لال بمانم؟ مردم بر روی تنابی باریکتر از مو راه می روند و در زیر پایشان اژدهای ده سر دهان باز کرده است. وقت من روشن فکر با اینها همچنان می شود. اینها که می دم شعار نیست، واقعیتی عریان است. واقعیتی است که هر روشن فکری، هنرمندی، نویسندهی، شاعری بخواد از اونها نادیده بگذرد و از اونها سخن نگوید، شرمسار آیندگان و تاریخ خواهد. نازنین، سیاستمدارانی را میشناسم که سالها فقیقان مرد گرفته بودند و امروز تا دری به دخل خورد صاحبان جنبش مردم ایران شد. ایران شناسانی را می شناسم که دلال مرکند و برای سرپا نگه داشتن حکومت جانیان مردم را از چند پاره شدن ایران می ترسانند و به سکوت و تسلیم دعوت می کنند. مدعیانی را می شناسم که در ساحل عافیت نشستند و برای مردم بی سلاح، بی سرپناه و بی سامان نسخه می نویسند. نویسندگانی را میشناسم که چرتکه میاندازند، مزنه بازار دستشان هست و نظرشان دم به ساعت مثل نرخ دلار تغییر میکنند. روشنفکرانی را میشناسم که از وحشت مرگ خودشان، دوستانشان و آثارشان را سانسور میکنند. به گمان من این روشنفکران، روشنفکرانی که ملک ترس تخمشان را خورده است، ولی یک شانس بزرگ دارند و اون این که هرگز سرطان پروستات نمی دارند. نازنین، اما من که هرگز ناامید نشدم و دل بی‌یأس نسپردم و هنوز بر این باورم که نخوشگلی جنگش انبوه نگیرد این شعله خاموشی. از جانب عشق و نور و همه آرزوهای هستی به دنبال شما آمدم، که بگویم آرمان‌های ما آزادی خواهان اگرچه مد روز نیست و از رواج افتاده، اما واقعیت این کار ناپذیر است. به دنبال شما آمدم که بگویم اگرچه ما اندک تأثیر گذاریم و پشت خرومایگان را می‌لرزیم. به دنبال شما آمدم که بگویم نترسیم، نمیریم، نگندیم، بگوییم، ننشینیم که یأس شوقمان را ببرد، زندگی میل تماشا دارد، چه کسی جرأت هاشا دارد؟ برسید.